عامر صاحب محترم، بیشتر در قسمت تشکیل اردوی اسلامی یا اردویی که شما در نظر دارین گفتین، خبری را که برادر ما گفت هم دقیق بود، در مطبوعات زیاد سرش مسئله بحث شده و ما هم در می ارتباط چون وظیفتن و اصالتن و وجدانن کوشش کردم تا بفهم که واقعا در رابطه با تشکیل اردوی اسلامی چی کارهای در جریان است. کتاب امیال پیش ماست از قدوس غوربندی راجع به تاریخچه حزب دموکراتیک خلق افغانستان. کتاب اردو و سیاست جنرال نبی عظیمی را شاید اکثر برادرها دیده باشند، خوانده باشند. پاراگراف های آخرش بسیار تکان دهنده است. کتاب دستگیر پنشیری به نام ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم در پیش اکثر برادرها است. خلاصه سوال در رابطه با کمونیسم، نقششان، اثرشان، خیانتشان، جنایتی که در افغانستان کردند، جهادی که شما 14 سال در مقابلشان و ملت افغانستان کرد. امروز هیچ کمونیست، هیچ رهبری از کمونیست ها نادم، پشیمان از کردار خود نیستند، بلکه اعمال خود را توجیه می کنند در جنایات و در خیانت هایی که متاسفانه دست یک تعداد از این مردم در 7 سال یا 10 سال گذشته صورت گرفته. در خبر است با حاجی سب قدیر هم صحبت کردم، با استاد هم صحبت شد، استاد سیاف. اونا از تشکیل اردو اسلامی یا اردویی که شما در نظر دارین با حضور جنرال دلاور و بعضی دیگر شخصیت هایی را که شما دعوت کردین ناراض هستند و حتی به همه به میسویه گفتند که ما با این پروسه نیستیم، با این برنامه آمر سب ما نیستیم. آیا شما ترجیح میتین که به خاطر حضور چند شخصیت معدودی که به ملت خود خیانت کردند و در پای تمام اسناد خیانت به وطن و تجاوز و اشغال افغانستان مورها و پاهایشان دخیل بود، به خاطر از این در صف مقاومت و صف مستحکم مقاومت که امروز برای پیروزیش همه امیدوار هستیم، آقای خلیلی اجازه بده، آیا شما اجازه میتین به خاطر حضور چند شخصیت معدود، آرمان های جهاد، تمامیت ارضی، آرمان نجات افغانستان از تجاوز پاکستان قربانی حضور چند کمونیست شد؟ در این قسمت ما میخواییم که باز کمی صحبت کنم. قسمی که پیشتر اشاره کردن، این نه تنها آل از گذشته ها، از اولین روزهایی که من در کابل رفتم، تلاش پاکستانی ها همی بود که کادرهای اردو را پراگنده بسازن، نگذارن که از وا در جهت دفاع افغانستان از پیشان استفاده شود. و در این قسمت نه تنها در ارتباط با مسائل اردو، بلکه یک تعداد کادرهایی که دیگه اصلاً و نه کمونیست بودن، نه سابقه کمونیستی داشتن، افراد ملکی در وزارت‌های مختلف بودن، پاکستان او را هم تحریک میکرد که چرا اینمی مربوط به رژیم سابقه است، نباید وجود داشته باشه. فکر کنیم اگه به مو ترتیب ما عمل کنیم، هر کس که بگوییم مربوط به گذشته است و یا در جمع ما نبود، همه این را بگیریم ترد کنیم، او را بگیریم ترد کنیم، آیا به مو ترتیب تنها از چیزی که باقی میمانه ما میتونیم یک حکومت جور کنیم؟ بین ساده خانه برای این احساساتی مطرح نمی کنیم، واقعیت های جامعه است، واقعیت هایی است که ما در اوج هستیم. ما مال در داخل افغانستان هستیم. یک قسمت از وزارت خانه را خواستیم که فعال بسازیم. خب من این وزارت خانه را سر کی فعال بسازم؟ من ضرورت دارم به دکتر، ضرورت دارم به یک نفر متخصص مالی، ضرورت دارم به یک نفر متخصص در ارتباط به امور صحیه. بنام از اینکه تو در رژیم سابق بودی، این که ترد کنم، گفتم امیر کی را برم در خدمت مردم و جامعه؟ ببینیم در ارتباط با اردو، اگر یکی چند جنرال آمده، او را ما قمندان عمومی اردو نساختیم، او را ما آمده در رأس یک قوه قرار ندادیم، قوت تانک و توپ خود در دستش ندادیم، از تجربهش خواستیم که استفاده کنه. و در این قسمت من نظر خود به صراحت میگویم
که این یک تعدادی که افکار کمونیستی به خصوص دارن، قسمی که شما گفتین از کرده خود پشیمان نیستن، بازم میخوان که دیگه چیز کنن، اعمال خود توجیه کنن، خط از اون مردم جداست، گپ از اون مردم جداست، چهرهشان هم به قدر کافی مردم شناخته، چی دستگیر باشه، چی دیگه باشه، چی دیگه. مگر در ارتباط با عام مردم افغانستان، درست، در ارتباط با عام مردم افغانستان، چی امروز باشه، چی فردا باشه، اگر بخوایم دولت جور کنیم و دولت داری کنیم، ما به این کادرهای خود ضرورت داریم و نیازمند است. سوال دیگر آخرین سوال کوتاه. یک نقطه دیگر هم خدمتتان بگویم. حاجی صاحب قدیر که میگه با شما بگفته یا دیگه، من ششتم امرایش گپ زدم، من در اموج هستم. آخرین بارم امرای استاد سیاف ششتم گپ زدم، من ضرورت ها و مشکلات ها گفتم، نمیخوایم که جگه پا کشال بکنم. من در می شورایی که هستم شش ماه پیش برشان گفتم که به من چند صاحب منصب معرفی کنی. خب بازم برشان گفتم به من یک چند صاحب منصب متخصص معرفی کنین. وقتی که بخوایم یک چیز بسازیم احتیاطات رو باید جمع بکنیم. ها با او ترتیب به شما اطمینان میدم که نه خفگیست نه آزردگی، و ما استاد سیاف من حیث یک عالم، من حیث یک مجاهد، من حیث یک موسفید، ما همیش قدر کردیم، برش احترام داریم، احترام داریم عالم بین ترتیب، و نسبت به همه او را ترجیح میدیم که در بدترین روزها در داخل افغانستان مانده و وطن ترک نکده و در بدترین شرایط در کنار ما. فقط حاجی صاحب نخواسته که ویس جان خفه بسازم. خیلی ممنون.